افسانه شاهزاده سوار بر اسب سفید رو تقریبا تمام دخترها شنیدن. داستان دختری که به انتظار میشینه تا یه روزی یه شاهزاده زیبا با وقار و ثروتمند با اسب سفیدش از راه برسه و عاشقش بشه و اونو به قصر زیبای خودش ببره. من به این شاهزاده میگم نیمه گم شده و معتقدم که لزومی نداره زیبا باشه یا پولدار، سوار اسب باشه یا صاحب قصر باشه، چون این چیزها رو بعد از ازدواج هم میتونه به دست بیاره. مهم اینه که بیاد، اونم زود، نه 10 سال یا 100 سال دیگه، نه وقتی که دیگه نیازی به اومدنش نیست. یه مغازه لوستر فروشی خیابون شریعتی داره. تحصیل کرده اتریشه. بسیار معتبر و خوشنام. امشبم قرار با خانواده شام بیان پیش ما. چه خوب، خوش بگذره. تینا جان، البته اینا برای دیدن و پسندیدن من نمیان. خودتو سبک نکن. جواب من از قبل مشخصه. خواهر عزیزم، چند سال بهت مهلت دادم تا با کسی که انتخاب کردی دوستش داری ازدواج کنی. ولی این اتفاق نیفتاد. پس عذر و بهانه دیگه موجه نیست. بنابراین با یکی از این خواستگارایی که داری خیلی رسمی و سنتی آشنا میشین، یه مدت خانوادگی معاشرت میکنیم، اقلامون رو هم میریزیم، اگر دیدیم زوج خوبی هستین با هم ازدواج میکنیم. آفرین برادر من. من برای خودم ضرب العجل تعیین نکردم. اگه موقعیتش پیش اومد ازدواج میکنم، اگرم موقعیتش پیش نیومد مجرد میمونم. کجا؟ من هنوز حرفم تموم نشده. باید برم سر کار، دیرم شده. باشه برو، فقط حواست باشه این با دفعات قبل فرق میکنه. اگه نیای آبرو میره، ازت میخوام راس ساعت 5 بعد از ظهر خونه باشی. زنگ بزن کنسلش کن. نمیشه. الانم دارم میگم. اگه نیای بچور کنه میره تو اما، یعنی دیگه اسمت هم نمیارم. خدافظ. تینا. سلام خانم هدایت، صبح نزدیک به ظهرتون بخیر. سلام آقای قویدل، همیشه با تاخیر. یه جوری میگین همیشه با تاخیر، انگار خودتون کله سرتش بوردین. در ضمن دیر کردن هم با جنبالی فرق میکنه خانم. بله، برای اینکه شما فقط دنبال فرهنگ و هنرین، اون وقت وظیفه اصلیتون که بابتش حقوق میگیرون و یادتون میره. من نمیتونم این شما بچسبم به این لولای آزمایش خانم. در ضمن وقتی قرار من اینجا مدیر باشم دیگه چه فرق میکنه دیر بیام یا زود بیام؟ قبول، شما مدیرین. سلام ماما. کی میای خونه؟ نمیدونم، چطور مگه؟ یه خوردی ادویه میخوام از عطاری آقا رحیم بگیری بیاری. زنگ بزنین خودش با فکر براتون میفرسه. من امشب میرم خونه عمه، شبم اونجا میمونم تا خیال همه راحت بشه. چی داری میگی مادر؟ مانی دیوونه میشه. میشه که بشه، تقصیر خودشه. اصلا کی گفته واسه من شوهر پیدا کنه؟ خب چه ایرادی داره؟ قربونت برم، برادرت، خیر و صلاح تو میخوام. صد بار گفتم من شوهر نمیخوام. چرا داری فرصت رو از دست میدی؟ زنگ بزنین کنسلش کنید. اگرم روتون نمیشه شمارش رو برای من بفرستین، من خودم کنسل میکنم. خدافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. اینو خانم خوش بمونید. حالت خوبه؟ ممنون. یا به امروز هوا خیلی بلدنه. آره هوا خیلی پلدنه. پلدنه. اینقدر اونو بالا نگیر، عینکی میشی ها. سلام بانو طلعت، منتظره. آخ 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 آخ، اعصاب نداری یا؟ از دسته مانی مگه میذاره حالم خوب باشه؟ همیشه بگو حالم خوبه. حالم خوبه. 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 آخ بخشید. فهمیدی بیشور چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ به یاسی زنگ زده که من دست از سر تو بردارم. یعنی چی؟ چه میدونم، لابد دوباره شوهر برات پیدا کرده. آره ولی اونی نیست که شما اسمشو به من گفتی. خدا رو شکر خودت تو فالت دیدی، بخت و اقبالت رو دیدی. حرفشو باور نمی‌کنی. یواش. می‌خواد با شما لجبازی کنه. آخ شکر زیادی لجبازی کنه؟ طوری رفتار میکنه که انگار تو ترشیدی رو دستش موندی. نذاری اینطوری باهات رفتار کنه. قهوه میخوری برات بیارم؟ آره لطفا، مرسی. بله، کیف من یه دقیقه صبر کنه. مال خودمه، لطف میکنید با یه پک. خب تو کی هستین؟ خیلی خب من الان میام.
بیا بشین قهوه‌تو بخور. کیف پولم جا مونده توی کافی شاپ، بعد برم بیارم. خب بخور بعد. میگه میبنده، من بعد برم الان. شب منتظر تمام. فال امروزمو نگرفتین، معلومه که برمیگردم. سلام. سلام. تشریف ببرید اون طرف، کیفتون پیش آقای غلامی، ازشون تحویل بگیرید. ببخشید خانم، فقط دارید میرید اونور، میتونید این سینی چای رو هم با خودتون ببرید؟ ها؟ رو میزه. ها؟ بله، متاسفانه امشب دستان ها هم بچه هم همشون رفتن، کسی دیگه ای رو نداره. بله، چشم. بابا، بفرمایید. عروس خانم خودشون با سینی چای تشریف آوردن، به افتخارشون. چیزی نیست، پیش آمده پیش میاد. مومان بلورچیان هستم. خوشبختم، ولی جواب من منفیه. یعنی چی؟ ما که هنوز صحبتی نکردیم. با اجازتون من اسم همسر آیندم رو میدونم و اون شما نیستین. دینا با تو هم واسا؟ باز خرابش نکن، بیا بشین. میخواستی به من دروغ نگی؟ چه دروغی گفتم؟ حالا دیگه به من کلک میزنی؟ ببخشید الان فوت گل تمام میشه. چون اگه میگفتم خواستگاری تو خونه است نمیومدی. نمیومدم که نمیومدم، دلم میخواست که نیام. بچه آروم باشین، انقدر بحث نکنی. خب چرا این با آبروی من بازی میکنه آخه؟ کدوم آبرو بازی کردم؟ چرا میخواد شام چی درست کنم حالا؟ شام که صد بار بهت گفتم من شوهر نمیخوام، اینو تو کلت بکن. یعنی میخوام، نه اونی که تو میخوای، اونی که خودم میخوام. تو چی میخوای؟ ببخشید خانم هدایت، میشه موقع کاری خورده بیشتر حواستون رو جمع کنین؟ چی شده؟ الان رفتم جواب این آزمایش رو بدم، جرئت نکردم. ببینم چه مشکلی پیش اومده. بفرمایید. جناب عالی آقای سیویل کلوفت گنده رو باردار اعلام کردید. خب حتما باردار بوده که اعلام کردم، وگرنه من اشتباه نمی‌کنم. چی میگی خانم هدایت؟ این آزمایش واسه تست اعتیاد بوده. حتما خواسته زرنگی کنه، نمونه‌ش رو با کس دیگه عوض کرده. از شانس بعدش طرف خانم باردار بوده. دستشو می‌گیرین می‌برینش اتاق نمادگی، ازش دوباره آزمایش می‌گیرین. چشم ازش بر نداریم. متوجه شدین؟ خب چی اینجا عکس میگیری تو؟ هیچ چی، همینجوری میخواستم وقت بگذره. جواب آزمایش من چی شد؟ تو مشکلی نداری، ولی مانی هم باید اینجا آزمایش بده. من که صورم بهش نمیرسه تینا جان. حرف آزمایش رو میزنم میگه بچه رو کلا فراموش کن. عمرم باشه همچین جایی نمیذاره. الان کجاست؟ شرکتش. خب سب کن من لباسم عوض کنم با هم بریم. آره میمونه عوض میکنی. کجا میبریم حالا؟ کارت دارم، بیا. تو نباید کارتو ول میکردی. از دست برادرت فرار کردم. تو شرکتش بیشتر از همه من سهم میگیره. خب میرفتی یه جای دیگه یه کار دیگه پیدا میکردی. مگه خونداری شوهرداری کار نیست؟ هست، ولی تو نشستی خونه همه فکر و ذکرت شده بچه. آره ولی خب اونی که بچه نمیخواد، تو به جای حرفا بمیشه عمت. یه معجون چیز ازش بگیریم بدیم به خوردمانی، شاید این مهر بچه بره به دلش. ها خوبه سلام.
سلام. آقای هدایت اتاقشه؟ بله هستن. اجازه بدین اول هماهنگ کنم بعد تشریف ببرید داخل. از کسال ورود منم هماهنگی میخواد. گفت بذار هماهنگ کنن دیگه. آخه چیزه؟ چیه؟ کسی پیششونه. چیز لازمه. یعنی شرکت چیز میخواد. چیز چیه؟ منشی جدید. من که از پس همه کارهای اینجا بر نمیام. آقای هدایت دارن منشی جدید استخدام میکنن. الانم اون خانم توی اتاق دارن چیز میشن. استخدام میشن. استخدام میشن. اون وقت خانم چند دقیقه از اتاق داره استخدام میشه؟ حدود یک ساعتی میشه. خب میدونین این در واقع یه آزمون استخدامیه. آقای هدایت خیلی سخت گیرن. اون وقت شما همین آزمون با همین زمان طولانی گذروندین؟ بسته دیگه. مال من تازه طولانی ترم بود. آقای هدایت قبلن و خیلی سخت گیرترم بودن. خیلی خوب خانم، زودتر زنگ بزنین هماهنگ کنید. چشم. الو، آقای هدایت، خیلی عذر میخوام. آخه خواهرتون و خانمتون تشریف آوردن. بله، چشم. گفتن تشریف داشته باشین، خودشون صداتون میکنن. چیکار داری میکنی سحر؟ خانم هدایت. سحر؟ سلام. 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 ظاهرا شرکت به بحران کمبود ماشین رو برو شده. شما تشریف ببرین بیرون، صداتون میکنم. چشم. یه روب اینجا بود لبخند نمیزد، الان نمیزد. تو این همه منشی میخوای چیکار؟ هر دو هفته یه بار یه کاری میکنی که اخراجش کنم، اونم به جرم خوشگلی و زیبایی که خلاف مقررات کاره. بعد میگی این همه منشی میخوای چیکار؟ مانی، صد بار بهت گفتم منشی با بالای 50 سال داشته باشه، در داف نباشه، غیر غمزه نده، اینقدرم دوست صحبت نکنه. اون وقت اینا کی انت استخدام میکنی؟ مگه من لله میخوای برم از خانه سالمندان یکی رو بیارم؟ چون ممکنه از بهش زهرا باهم همکاری نکنن. میخوای اونو بذاری کنار با هم صحبت کنی؟ خانم عروس فراری، شما با اون آبروریزی که درست کردی اصلا حرف نزن. خواستم یه بار حالتو بگیرم تا دیگه تو زندگی من دخالت نکنی. بذارش کنار اون بازی رو. نمیتونم، نمیبینی؟ این بازی رو شرکت ما ساخته. قبل از اینکه به بازار ارائه کنی باید تست بشه. فقط مشکلش اینه من که طراحیشم هنوز تا مرحله آخر نتونستم برم. تو بعد یه آزمایش بدی. آزمایش چی؟ تو به اینم چیزی گفتی؟ خواهرت غریبه که نیست. مانی، سحر 30 سالشه. بهترین موقع برای مادر شدنه، نباید بذاری این فرصت طلایی رو از دست بده. تینا، 30 سال برای مادر شدن دیر نیست. شما 30 و اندی سالت هنوز شوهرم نکردی. نطخ می‌کنی واسه من؟ مانی، حرفا عوض نکن. آزمایش. باشه، آزمایش میدم، فقط به یه شرط. لابد من ازدواج کنم. یه بابایی هست به اسم دکتر سامان ادیب که تو مهمونی ما هم اومده بوده. من قصد ازدواج ندارم. مهم نیست، آدم بسیار خوب، پولدار، خانواده دار، همه چی تمومه. بدبخت ایرادش هم اینه که تو رو دیده از تو خوشش اومده. بیچاره امروز یه بار دیگه از من اجازه خواست که بیاد خواستگاری. شما اگه پیشنهاد منو قبول کنی، منم پیشنهاد شما رو قبول میکنم. آزمایش. بابا زندگی من به خودم مربوطه، نمیخوام ازدواج کنم. خب آزمایش منم به خودم مربوط. ببین تینا، تو زندگی تو به خاطر یه اسمی که عمه طلعت بهت گفته تباه کردی. چرا نمیخوای اینو باور کنی که شارمین اصل کوپال یا هر خره دیگه ای وجود نداره؟ داره. نداره. داره. نداره. بسیار خوب. حالا که اینطور شد، من مجبورم به هر دوی شما بگم که من شارمین اصل کوپال رو پیدا کردم و همین امشب اونو به شماها معرفی میکنم. امشب شام تشریف میرید منزل ما و با همسر آینده من آشنا میشید. شوخی میکنی؟ این همه سال سعی کردید به من بقبولونید که اون وجود خارجی نداره، وهم و خیاله. ولی من امشب از اون رونمایی میکنم و امیدوارم که شما در افکارتون تجدید نظر کنید. غیر ممکنه. ممکنه. حالا از کجا معلومه همون نیمه گم شدته؟ شاید فقط تشابه اسمی باشه. نشونه هاش جور در میاد. مطمئنی طرف قبلا ازدواج نکرده؟ دلیلی نمیبینم به من دروغ بگه. پسرای امروزی رودی راست تو شکمشون نیست. دروغ نگن باید تعجب کنی. من که باورم نمیشه. پسر جوون، پولدار، خوشتیپ. تا 40 سالگی مجرد باشه. شما های کتاب 101 واقعیت درباره نیمه گم شده رو خوندین؟ قرار بود برام بیاری. توش نوشته که 88% از مردم که به نیمه گم شده معتقد هستن، فقط 10%شون منتظر نیمه گم شده میشن، که خوشبختانه من و شارمین جزو اون 10% هستیم. وقت این دقیقاً قانون چندومه؟ 53. رابطتون با هم چجوریه؟ چجوری با هم حرف میزنین؟ درباره چی تفاهم دارین؟
با هم بحث نمی کنیم. دعواتون نمیشه؟ کاملا معمولیه. با هم دعوا می کنیم ولی من بهش فرصت میدم که نظرش رو عوض کنه. میدونین که واقعیت 47 ام درباره نیمه گم شده اینه که نیمه ها کاملا شباهت به هم ندارن اما میتونن مثل هم بشن. چه جوری؟ استکاک. مثل دو تا سنگی که با هم ناترازی دارن و با هم دیگه سابیده میشن. منظورم همون دعوا و کشمکشه. سابیدگی همراه با درد و گرما و البته جیغ و داد. اما به زحمتش میارزه. چون در نهایت دو طرف از تقلب میافتن و جفت هم میشن. حالا عروسی دعوتیم دیگه. واقعیت 44 درباره نیمه گم شده میگه که باید با سیاست رفتار کرد. پسرا رو که میشناسیم. تا صحبت ازدواج میکنیم حتما فرار میکنن. من اگه میدونستم نیمه گم شدم کجاست؟ با پس گردنی میآوردم سر سفره عقد. خیلی ببخشیدا ولی هر پسری از بغل رد میشه کافی لبخند به لب داشته باشه. تو فکر میکنی نیمه گم شدته. تو که 17 سالگی به پسر عمت شوهر کردی لطفاً درباره چیزایی که نمیدونی نظر نده. خیلی خوب دیگه با هم دعوا نکنیم. برام انرژی مثبت بفرستید. امشب شب بسیار مهمیه. میخوام همه چی خوب پیش بره. دست راست رو سر من تینا جون. لطفاً به عمه عجوزت بگو نفرینش از سر من برداره. آی من روی عمم تعصب دارم. مواظب حرف زدنت باش. خدافظ. تینا از صبح کلی تدارک دیدم. خب میخواستی نکنی مگه مسابقه بفرمایی جامه؟ به خدا اگه دروغ گفته باشه. تینا چه خبرتونه شماها؟ دو صدای چی کار میکنی تو اتاق محاضری؟ هیچ معلومه اونجا چی کار میکنی؟ اصلا خواستگارت کجاست؟ همینجا تو اتاق. اه؟ شوخی گرفته؟ نه تو یه مرد برداشتی بردی تو اتاقه؟ مانی ببینیم ببینیم کجاست؟ اون داره پیشکان کسی بیرون نره؟ اون داره پیشکان بینم پیشکان مردک ببینو تا خودم ببینو کجا؟ ایوا این که لخت من. اینا خانواده ای من هستن. اینم همون کسی که دربارش بهتون گفته بودم. استاد ریاضی فیزیک در دانشگاه روده. رفت. چند وقت میشناسیش؟ یه ماه. یک ماه؟ البته یه عمره. واقعیت 23 درباره نیمه گم شده میگه که اونا از بدو خلقت همدیگه رو میشناسن ولی کافی فقط یادشون بیاد. خیلی خب هنوز خواستگاری هم نکرده. چرا؟ چه؟ یعنی نه. پس چی؟ یعنی که فردا قراره که حضوری همدیگه رو ببینیم. من اجازه نمیدم بری سر قرار با مردی که فقط تو صفحه مانیتور دیدیش. این اصلا معلوم نیست اونی باشه که خودشو نشون داده. خودشه. از امشب اینترنت قطع میشه. منم از امشب ماهواره رو قطع میکنم. بی خود منو قاطی دعوای شخصی تو نکنید. پارازیت کم بود خانمم اضافه شد. منجا خودتو ناراحت نکن عزیز دلم. من خودم باهاشون میرم. بی خود. نه من یعنی فقط میخواستم از دور مراقبشون باشم اتفاق نیفته. آره میدونی چیه مانی جان؟ همش تقصیر اون عمه جادوگره. اینقدر پای اونو وسط نکشیم مامان. میکشیم چون عمه تک تک ما رو ببین اومدش. ولی مانی جان با لباس. خاله ببخشید من لباس مناسب تنم نبود. عذرخواهی میکنم. بگو استانیسلافسکی. استانیسلافسکی. کیاروش نمی پدر سوخته. چیه؟ طلعت بانو تینه خانم پشت خطه. بچه نمیگی مسخره. جونم سلام. از من قربونت برم. چی؟ نه نه کیاروش نمی نه 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 صابونم خورده بودم. قربونت برم. جم کی؟ من از تو خواهش میکنم خانمو الان منشی میاد خدمتتون. سلام وقت بخیر. آقایون بفرمایید. ایشالا به زودی نوبتتون میشه. عزیزم تو باید قوی تر از این حرفا باشی. بگو قوی هستم میتونم. تکرار کن. دست خودم نیست. دارم از استرس میمیرم. گردنم خوش شده. قلبم داره میزنه. نمیدونم چی کار کنم. خیلی خوب آروم دراز بکش. نفس عمیق بکش تا بهت بگم چی کار کنی. هیچ معامله ای نباید صورت بگیره. اگر معامله بکنید ضرر ضررش هم هنگفته. نه طلا نه دلار. شما بی نظیرین. چشم هر کار شما بگی میکنم. معامله نمی کنم. شما منو نجات دادین. اجازه میدین دستونو ببوسم؟ لازم نیست. با اجازه. تیرا جان گوشت با منه؟ خیلی خوب. اون گردن بند زمرد که تولد بهت دادم اون بندازه گردنه. جاذب عشقه. ورد 435 و 40 بار مک میخونی. فایده نداره عمه. کنترل همه چی از دستم در رفته. خیلی خوب پس هیچ کاری نکن. بخواب چشتو ببند تا برات انرژی بفرستم. تینا تینا ساعت 3:30 به خدا ول میکنه میره ها. به خاطر خودت دارم میگم. تینا مادر کجایی؟ تینا جان خاله
آقای اصل کوپال همچی ترسناکم نیست. بیا برو. من الان اینو چیکارش کنم؟ خب چرا اینجوری کردی با خودت؟ بیا برو تو. والا زمان ما که اینطوری نبود. دخترها تا دست چپ و راستشون رو یاد میگرفتن میفرستنشون خونه بعد. عزیزم شما هول بودی زود شوهر کردی، وگرنه من شوهرم خودم انتخاب کردم. دیدم انتخاب تو پاتایا. نه شما نه پاتایا. یاسی این خانم محترم که سه صبح اومدن هنوز نوبتش نشده؟ آقای تامی من خدمت درس کردم، من از فوتبال هیچی نمیدونم. خواهش میکنم، استدعا میکنم به من کمک بکنید. من توپ زیرپای شما هستم، تیم اونا سر کردن. نگاه کنین این شیشتا میخ طویله رو، اینا رو یه هفته پیش کوبیدن تو محوطه یه بازی ما و 6-0 ما باختیم. یه باطل سری بدین. ببین آینده کاری من نابود میشه که هیچ، بلکه روابط خانوادگی بنام به یه پنالتی بنده. اندی کیه؟ خوشگلا باید برقصن؟ نمیدونم باید برقصن؟ چه خوشگل شدی امشب؟ آقای تامی الان روز شب نیست. با مرسی از کامپلیمنت. این اندی اندو آره اندو بازیکن خوبیه، بخرینش. رفته تو تیم که اسم ماشین داره، کمبن، روز رویز، کامیون، نمیدونم واقعا اسمش چیه. تراکتور. آره همون. آره تو تیم تراکتور بازی بخرینش، واسه شما بسیار خوب میشه. یه سگ 4 ساله رو بردارید ببرید پلوی تیر دروازه حریف، بذارید ادرار کنه، هرچی بیشتر اونا بیشتر گل میخورن. یه محلول هم براتون درست میکنم. آره چشم، میمالیم. گفتین محلول چی شد؟ جانم چی معلوله؟ آها هیلیوم میلیله، گوه خره تایی تبیله، اگین و مگین، گوه همگی، استخون مرده 100 ساله، پهر تازه یه گوساله، بالای رونه کفتار، مغز استخون سگار، همه رو تو هم میکنید، مثل یه چاییدم میکنید، میمالید تایی کفش بازی کناتون. مطمئن باشید که برنده میشید. فدای شما. صدر جدبن. فدای شما. خدا نکنه. من تا عمر دارم دعاگوی شما هست. مهندس فرنام هستم، قبلا هم خدمتتون رسیده بودم. میشناسمشون، با خانمتون اختلاف داشتید. اینم تینا خانم با موهای صاف، پیش به سوی یک شوهر ایدئال. تو دیگه حرف نزن، تو اگه عرضه داشتی یه شوهر ایدئال برای خودت پیدا میکردی. مگه شوهرش چشه؟ چش نیست، حسرت یه نبره به دل ما گذاشته. تو به مامانت هم گفتی؟ خب تینا جون مامانم دیگه غریبه که نیست. والا کسی که نمیدونه خواجه حافظ شیرازیه. خیلی خوب دیگه مامان، شما ول کن دیگه، بریم. وایسا خب یه دونه سلفی بندازم من و تینا و موهای صاف. سلام خانم. سلام. خوش اومدید. بفرمایید. سلام. ببخشید که دیر کردم. اختیار دارین خانم، چه حرفی میزنید؟ اگه لازم بود تا فردا منتظرتون میموندم. اما منظورم اینه که ببخشید من اصلا دیشب آمادگی نداشتم با خانوادهتون روبرو بشم، یه ذره جا خوردم. نه خواهش میکنم، من بعد قبلش بهتون میگفتم. تو چت گفتید که به نیمه گم شده اعتقاد دارید. خواستم، جالب شد برام ببینمتون که واقعا شما اعتقاد دارید؟ بله کاملا. چطور مگه؟ شما خانم تحصیل کرده هستی، توی رشته علمی تو دانشگاه درس خوندید، از شما بعیده به این افسانه و خرافات اعتقاد داشته باشین. اینا اصلا افسانه نیست آقای شامین اصل کوپال. محض اطلاعتون توی کتاب ضیافت افلاطون اومده که 88% مردم به نیمه گم شده معتقد هستن، ولی فقط نیمی از اونها به نیمه گم شده شون میرسن. اینا رو از کجا به دست آوردی؟ چه اهمیتی داره که بحث آماری کنیم آقای کوپال؟ آخه شما به من گفتید که 15 سال اسم منو میدونید، منو میشناسید. میخوام بدونم که واقعا من از کجا میشناسین؟ بله ولی خب اینو یه پیشگو به من گفته. شوخی میکنی؟ نه یه پیشگوی معمولی، اون یک مدیومه، واسطه بین دنیای مرده ها و زنده ها که کاملا میتونه دنیای آینده رو ببینه. خندیدین؟ نه حالا کی هست؟ عمه من. بازم خندیدین؟ شوخی با مزه اون؟ اصلا شوخی نمی کنم، کاملا جدی هستم. خب هر کسی میتونه یه سری عقاید عجیب و غریبی داشته باشه، خود شما. ولی نه هر کسی. چرا، بذارین براتون مثال بزنم. براد پیتو که میشناسین، اون یک گردنبند از دندونهای کوسه داره که همیشه دور گردنش آویزون میکنه، چون معتقده که ازش حمایت میکنه. یا دیوید بکام، بین دو نیمه از بازی همیشه کفشاشو عوض میکنه، چون معتقده که براش شانس میاره. مارتین اسکورسیزی، همون کارگردان معروف تاکسی، اون معتقده که روی صندلی که عدد 11 نوشته شده نباید بشینه، چون براش بدشانسی میاره. حالا شما فکر میکنین همه اینا دیوونن؟ نه. خب پس چرا فکر میکنین که اعتقاد من به یک اسم انقدر عجیبه آقای شارمین کوپال؟
میخوام بدونم که شما چجوری بهش معتقد شدین. برای اینکه من اهل آزمون و خطا هستم و دوست دارم همه چیز رو تجربه کنم و در این مورد انقدر پیشگوهای عمه طلعت درست از آب درآمد که من باور کردم. میشه چند تاشو مثال بزنی؟ حتما. من قرار بود با یه پسری که اسمش شارمین اصل کوپال نبود ازدواج کنم. پسر خیلی خوبی بود، از خانواده محترم، قد بلند، ورزشکار، و دو هفته بعد رفت کوه، از کوه پرت شد و مرد. یک بار دیگه هم که قرار بود با یک پسری دیگه، اونم اسمش شارمین اصل کوپال نبود، ازدواج کنم. حتی تا مرحله نامزدی هم پیش رفتیم، ولی برای تفریح رفت سفر و دیگه برنگشت. بعد چندیدم که ازدواج کرده. یا اینکه برادر خودم. خب. عمه طلعت پیش بینی کرده بود که اون با دختر خالش ازدواج میکنه و همینم شد. این چیزایی که میگید شاید برای شما قانع کننده باشه، ولی برای من نه. به نظر من بیشتر باید با هم رفت و آمد کنیم، همدیگر رو بیشتر بشناسیم، بیشتر باید معاشرت کنیم. موافقین؟ موافقم. من تو خونم گل پرورش میدم، میخوام اونا رو ببینین؟ حتما. صورت حساب لطفا. یعنی که نه. یعنی نه؟ نه اینکه یعنی که نه، یعنی که آره ولی الان نه. یعنی من فهم میکنم که بهتره که اول شما تشریف بیارید منزل ما، با خانواده من آشنا بشید. چرا که نه؟ اگه مایل هستید پنجشنبه شب برای شام تشریف بیارید منزل ما. اگه مزاحم نباشم. نشونهاش نمیخونن. توی واقعیت بیستم در مورد نیمه گم شده میگه وقتی دوتا نیمه همدیگر رو پیدا میکنن به سمت همدیگه کشش پیدا میکنه، همدیگر رو حس میکنن. ولی در مورد من و شامی همچین کششی وجود نداره. اون مدام عین یه کارگاه داره از من سینچین میکنه و اصلا حرفای منو باور نمیکنه. عزیزم این قابل حل. واقعا؟ بله. تو 70% راهو رفتی، 30% دیگرش هم طی میکنی. باید چیکار کنم؟ چون از طریق اینترنت پیداش کردی، من باید یک تلسم مجازی براش درست بکنم، یه تصویر سبودی که بیرنه در نگاه اول اصلا متوجه نمیشه. چطوره؟ خیلی خوبه. برخورد اولمون زیاد خوب نبود. توی همون کتاب نوشته که 68% مردا وقتی از زنی خوششون نمیاد دیگه وقتشون رو تلف نمیکنن، ولی 56% زنا به طرف مقابلشون فرصت دوباره رو میدن. این واقعیت چندمه؟ 29. به نظر من که رفتارت غیر طبیعیه تینا جون. واسه همین رابطت خوب پیش نمیره. منظورت از غیر طبیعی چیه؟ تو همه حیوونا این جفت نره که سعی میکنه توجه جفت مادر رو به خودش جلب کنه. یعنی میره براش آشیونه میسازه. یا مثل ماهیای زبرا رنگ بدنش رو عوض میکنه. یا مثلا گوزنا و فیلا رو دیدی؟ میرن با نرهای دیگه به خاطر مادهشون میجنگن. خب این قانون طبیعته. به نظر من که تو نباید به خاطر اون خودتو به آب و آتیش بزنی. این نظر منه عزیزم. بهتره آدم ها رو با حیوان ها مقایسه نکنیم. بعدشم من خودم همه اینا رو بهش گفتم. از خانوادهش پرسیدی؟ چند تا خواهرن، چند تا برادرن، شغلش چیه؟ دلیوریه، پیتزا ها رو آوردن. واقعا قابل شما رو نداشت. چقدر شما به نظرم آشنا میایین. جدا؟ شما شبیه هنرپیشه ترک هستین که تو عشق ممنوع بازی میکرد. آه جدی میگین؟ بله بله. کوزیگونه‌ای هم بود. جالب. میگم چرا نگاه میکنن تو خیام؟ بفرمایین شیرینی میل کنین. اینا همه خونگیه، خودم درست کردم. دست شما درد نکنه چشم حتماً. فقط جسارتاً اون عکس پدر تینا خانم هستن دیگه. بله پدر من و شوهر خالم، پدر سحر. هر دوتاشون با هم به رحمت خدا رفتن؟ برای شرکت تو مراسم یکی از دوستامون رفته بودن کرمان که تو را تأسف کردن. نه خیر، هواپیماشون تو پاتایا سقوط کرد. چه باحال. خندیدیم. خدا رحمتشون کنه.
میگم ماشاءالله این رنگ و لباس چقدر بهتون میاد. واقعا؟ راستی این عکسایی که تو وایبر واسه من میفرستین جریانش چیه؟ کدوم عکس؟ همینایی که عجیب غریبه من نمیفهمم. آها، اونا یه جور معماست. اه؟ چجور معمایی؟ معما واسه پذیرش همسر یا پیدا کردن نیمه گم شده؟ خب اگه قرار باشه بگم که معما نمیشه، ناسلامتی شما ریاضیات خوندین بعد بتونین حلش کنین. من اگه میدونستم معماست که تا حالا حلش کرده بودم. خیلی به خودتون مطمئنین. شما خیلی دست باچه این. منظورم اینه که وقتی هوا گرم میشه صورتتون که گل میفته خیلی بهتون میاد با این رنگ و لباس. من از چهره شما خیلی خوشم میاد، از فرم چشاتون، از موهاتون، از فرم بینیتون. اتفاقا میخواستم دماغم عمل کنم. نه نه نه، اصلا دست به صورتتون نزنین. من از دختره که دست به صورتشون میزن اصلا خوشم نمیاد. همینجوری شما خیلی باوقارید. خیلی ممنون قوت قلب بهم میدین. نه نه اصلا جدی گفتم، من همیشه تو ذهنم کسی رو که دوست داشتم شبیه شما بود. یک بانوی کامل، تحصیل کرده، خانواده دار، باوقار. فقط باید یه فکری واسه افکار خرافاتیتون بکنیم. کدوم افکار؟ همونه که راجبش حرف زدیم. اونا اصلا خرافات نیستن، اصلا. زیادم هوا میخوری میدهتون ترش میکنه جانم. میگم میخواییم تشریف بیاریم برای شام، آقای کوپال اصله. بله من بفرمید. حالا راجبش بعدن حرف میزنیم. بله بفرمید. بفرمید. اصله کوپال از نظر علمی برای پیشگوی آزمایش لازمه. پراکندگی دفعات رو محاسبه میکنن بعد به نتیجه میرسن. یعنی همه چیز برمیگرده به علم آمار و احتمالات در ریاضیات. آفرین. از نظر منم فالگیری یه جور مخدره. مشتری رو تو توهم فرو میبره، درداشت موقتی تسکین میده، ولی در اصل مخرب و وابستگی ایجاد میکنه. اتفاقا برعکس. فالگیر اگر کاکشته و با تجربه باشه، پیشگویاش عین واقعیت در میاد. نه. آدمای دنبال فال میرن که منتظر یه اتفاق بزرگ تو زندگیشونن. میخوان عوض شن ولی نمیتونن. زندگیشون خالیه، خستن، از وضع فعلیشون ناراضین، ولی هیچ کاری برای تغییرش نمیکنن. چرا؟ چون معتقدن سرنوشتشون عقب نوشته شده. فالگیرا هم از همین نکته سوء استفاده میکنن. چطور؟ ادعا میکنن که آینده رو میبینن. ولی عمه طلعت من اصلا ادعا نمیکنه. اون واقعا آینده رو میبینه، برای اینکه یک مدیومه. ولی آینده رو زور بازو میسازه. بس با این حساب بعید میدونم با تینا خانم به تفاهم برسین. چون تینا بدون اجازه عمه طلعتش هیچ کاری نمیکنه. اتفاقا من راجع به عمه طلعتم قبلا با آقای شارمین اصل کوپا صحبت کردم. مگر نه؟ بله، ولی من فکر میکردم که امشب ایشونو زیارت میکنم اینجا. اون جادوگر حق نداره این طرفو پیداش بشه. مامان، عمه جان شما اگه میتونستن آینده رو ببینن، 6 تا شوهر، 4 تا مهنوز. خب 4 تاشو ما میدونیم. 4 تا شوهر نمیکردن. خاله جون راست میگه مامان جون، درست میگه. راست میگه مامانم. اتفاقا تنها دلیلی که الان شارمین اصل کوپار اینجا حضور داره به خاطر پیشگویی عمه طلعته. ولی به نظر من تو تعیین اصل و فرعش اشتباه کردن. من خیلی دوست دارم ایشونو ببینم. همین فردا صبح میریم پیششون. تینا خانم سلام. سلام آقا رحیم، حالت چطوره؟ ممنون. امروز هوا خیلی خشنی ها؟ خیلی خیلی. آمانده سلام. سلام یاسی جون، 5 دقیقه با همه کار داشتم. سلام، یه خورده معطلی داره، باید بشینید. معطلی داره. میگم درآمد احمد هم بد نیست. آره خیلی خوبه، البته برای پول کار نمیکنه، برای همین از همه قشری میان اینجا. آره. یافه اون آقا چه آشناه. اونا پیش تلویزیون دیگه. آه، بس دیگه عکسشو سن میگم. البته مدت طولانی کمکار شده. آه، میگم نیستش. آره. برم باش یه سلفی بگیرم. آره. نه زشت. تگش هم میگم. آره. نه زشت. نه غیبته. کم کم دارم دیگه به احمد ایمان میارم. احمد تو که سلام احوال شما. چون بعدم یه عکس. بعدش کارمون تموم شد میگم. آره. با هم دیگه. با هم میگم. درخت خشکیده رو هر چقدر آبش بدید سبز نمیشه. چی شد؟ زدی. چیکار کردی برادر من؟ حواست کجاست؟ آخه با این سرعت کجا میخوای بری؟ آقا شما از فریبستی میاد باید ایست کامل بکنی. با این سرعت اومدی زدی طلبکار هستی؟ اصلا متوجه نمیشه. آقا بذار من زنگ بزنم. پلیس بیاد.
سلام علیکم پلیس سرده. کجا؟ اصلا هاشو خورمان یه مورد تصادفه آینی دستو گمده آینی نگی دیگه تو همین قیافه عکس گرفتن داره. خواهم بذارمش تو تاریخ ثبتش کنم بذارمش این استا بیتینه چون میخوام منم لایکش کن زیرش هم برمیز وقتی نیمه گم شده یادم کرمو عذاب دارم. بهتر با بزن تینا شوهر نکنه وگرنه من یکی از حسادت میمیرم. یه جای کار میلنگه ولی نمیدونم کجا. تو واقعیت پنج و پنجان میگه طرف باید اونطوری که هستین شما رو قبول کنه نه اونجوری که دلش میخواد. تینا خون صد دفعه بهت گفتم راجب خانم داشت بیشتر تحقیق کن. شاید این طرف اصلا به دروغ گفته باشه. نمیخوام. دیگه نخواستیشم جهنم و ضرر پاسش بده این وقت. مزه. خب چیه دارم از خود گذشتگی میکنه. پیتزاها رو آوردن. خیلی گرستم خودم میرم میارم. نه 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 نه. خودم میرم میارم. ولش کن بود دیوونه است. بچه اینجا نگاه این قبلی خیلی بد شد. آفرین. ببین دیگه وقتش برای شوهرت این کارا رو بکنی. چی شد بالاخره با آقای کوپال اصل به نتیجه رسیدی یا نه؟ چه به نتیجه برسم چه به نتیجه نرسم هیچ فرقی تو نظر من نسبت به آقای دکتر سامان ادیب جنابالی نمی کنه. بی خود. یعنی منظورم اینه که هر جور شده باید تکلیفت روشن شه. تو به جای اینکه اینقدر نگران شوهر کردن من باشی نگران اون سحر بیچاره باش که اینقدر خودشو به در و دیوار میزنه که بلکه اینقدر بهش توجه کنی. توجه من به سحر ربطی به شوهر کردن تو نداره. این که نمیخوای بری آزمایش بدی، این که نمیخوای بچه دار بشی، اینا زندگی خصوصی منه مرتبط به شخص شما نیست. شوهر کردن منم زندگی خصوصی منه مرتبط به شخص شما نیست. یعنی چی؟ یعنی که هیچ ربطی به تو نداره. منطقیه ولی من میگم راجع به سامان یه ذره بیشتر فکر کن. خب حالا شاید فکر کردم شایدم فکر نکردم. تو چقدر اونو میشناسی؟ خانوادش از نزدیک دیدی؟ محل کارش رفتی؟ چیز زیادی نمیدونم. یعنی هر بار پرسیدم یه جورایی از زیر جواب در رفته. اما آدرس خونش رو بلدم. آخه یه بار برام اسمس کرد که برم پیشش اما من نرفتم. کیاروش نمی؟ به نظرم یه ریگی تو کفششه. ممکنه اون کسی نباشه که تو فکرشو میکنی. منظورتون چی از این حرف؟ شما اطلاعات تازه ازش پیدا کردین؟ دنبالش کن تا خودت همه چی رو بفهمی. جناب دکتر خدمت شما. محبت کنید امضا کنید. ممنون قربان.
سلام، ببخشید دفتر شامین اصل کوپا تو این ساختمونه؟ ما همچین کسی رو نداریم. ممنون. سلام. سلام آقای دکتر. سلام. من واقعا عذرخواهی می‌کنم از بابت تأخیرم. دیروز تصادف کردم، دنبال کارهای بیمه‌اش بودم، در خدمتتون. آقای هدایت داخل منتظرتون هستن، گفتن که با شما قرار داشتن. بس لطف کنی یک رو به دیگه مریضا به نوبت بیاند. باشه شما. در خدمت شما هستم. من واقعا دیگه کم آوردم مانی. باید نظر رو جبه همه توسط کنم. همه تو واقعا کیه با عجینه در ارتباطه؟ چطور تو سمجه کاری بکنم؟ حتما که علاقی تو کارشه. ولی کارش حرف نداره. من نگران تینا. فکر کنم دیروز یه خورده زیاده روی کردم. نباید تو همچین موقعیت دشواری قرارش میدادم. اگه میخواستی با تینا ازدواج کنی، غیر از این راهی نبود. بود؟ تینا دیر یا زود باید توی موقعیت قرار میگرفت و انتخاب میکرد. حالم از این دروغه به هم میخوره مانی. میدونم به چی فکر میکنم. اینکه تینا اگه منو انتخاب بکنه و بفهمه اون کسی که فکر میکنه نیستم، چه حالی میشه؟ مهم اینه که به خاطر تو تمام افکار و خرافاتی رو که عمه طلعت تو ذهنش کرده رو دور بریزه. اگه به این مرحله برسه، اون وقت راه برای تغییر تینا باز میشه. یعنی چی؟ یعنی با هویت واقعی تو هم کنار میاد. من به حرف تو اعتماد کردم و به خاطر تو جلو اومدم. اینم بگم که طاقت نشیندن از تینا رو ندارم. درست میشه. باقی چیزا رو هم بسپار به من. منم تعاطوی شعبده بازی عمه رو وسط در میارم. خیال تخت. برای من انتخاب خیلی سختی بود. خیلی بهم فشار اومده داشت و اصلا نخوابیدم. بله سخت بود ولی لازم بود. از دختری مثل تو بعیده. دنیا دنیای اعداده، دنیای ریاضیات، دنیای دو تا چهار تاست. هر حرفی میزنی باید در قالب عدد بگنجه. دوره رمل و استرلاب و خرافا اینا گذشته، مال قرن 21 نیست. اتفاقا برعکس. علم محدوده، ناشناخته ها زیاده و دانش ما کم. تو از تئوری جدید فیزیک خبر داری؟ درباره جهان موازی چیزی میدونی؟ کتاب جهان هولوگرافیکو خوندی؟ ها؟ بیا راجع به چیزای دیگه صحبت کنیم. تو منو متهم به خرافه گری کردی، پس بهتره که جوابت هم بشنوی. و تسلیمت؟ جواب من منفیه. داخل چرا؟ من اشتباه کردم که تو فیسبوک با شما ارتباط برقرار کردم، اون وقتتون رو گرفتم آقای دکتر. جانم؟ من دیدم که چرا تو این رابطه یه چیزی درست پیش نمیره. چرا؟ چون شما نیمه گم شده من نیستید. چرا؟ چون شما شارمین اصل کوپال نیستید. چرا؟ 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 چون شما سامان ادیب هستید و من از شما متنفرم و دیگه نمیخوام اون ریخت تو ببینم. تینا؟ من حالم خوبه. اصلاً به من گیری ندید. هیچ اتفاق مهمی نیفتاده. فقط ازدواج من با شارمین اصل کوپال منتفی شد. چون یارو اصلاً شارمین اصل کوپال نبوده. دکتر سامان ادیب بوده. همون دکتری که مانی جان برای من جور کرده بود. هیچ کس هم نمیتونه منو به گریه بندازه. ای بابا، اصلا این دختر تو قبل از اینکه نیمه‌شو پیدا کنه فقط خلوچل بود، الان رسماً دیوونه است. مهناز جون، بهتره تو سریالای ترکی تو ببینی، کاری به بچه‌های من نداشته باش. عزیزم، من هم سریال می‌بینم، هم حواسم به همه جا هست. تینا جان عزیزم، یه لحظه گوش کن به من چی میگم. باور کن منم از هیچی خبر نداشتم. منم مثل خودت بازی خوردم. تینا، الو،
الو مانی، یک بار تو زندگی چه کاری درست انجام بدی؟ چرا به من نگفتی چه غلطی داری میکنی؟ من نمیدونستم تو این مرحله به اینجا میکشی که. نه، چون به من اعتماد نداری. ترسی به نشد لو بدم. بعد این همه سال زندگی مشترک تو اصلا به من احترام نمیذاری. که ربطی داره. من فقط میخواستم تینا رو این توهم بیارم بیرون. تو مگه بستشی؟ نه. شما روانشناسی؟ خب. بچی تو کاش فضولی میکنی. چرا به خواهر تصمیم میگیری؟ شاید خواهر تو تا آخر عمرش نخواد ازدواج بکنه. خواهر منه، منم برادرشم، نسبت بهش احساس مسئولیت میکنم. تمام. من چیتم؟ زنم دیگه. کجای زندگیتم که همیشه دامن پنهون میکنی؟ با او دیگه خیلی داری شلوغش میکنی. میری از روز خواهی میکنی؟ چشم. این گندی که زدی هم خودت جمع میکنی. چشم. تکلیف من شما بدن روشن میشه. باشه، شما برین الان عصبی، فردا صحبت میکنیم راجبش. حالت خیلی بهتر شد تینا جونا. تو فقط باید از این مانی گاگول دوری بکنی. نیت بدی نداره ها. چشم دلش نابیناست. تکیه به عقلش میکنه که اونم پاش تو گله. کاری هم براش نمیتونیم بکنیم. دارم پیر میشم عمه. شش عمه جون ریلکس، خون سرد، صبور باش. اون چیزی که در عالم کائنات اتفاق میفته باید در زمان و مکان خودش باشه. فاجعه وقتیه که زمان درست، مکان غلط، مکان غلط، زمان درست. ها. یا بالعکس. ببند. وای تینا جون، من دوباره باید انرژی بدم. مثل اتفاقی که برای پدرت افتاد. باور میکنی که هنوز من مرگ داداشمو باور نکردم؟ انرژیم داره تموم میشه. شش، باید گذران کامزران. تو هر انرژی منفی که به کائنات بدی همون به خودت برمیگرده. منفی بدی، منفی برمیگرده. مثبت بدی، مثبت برمیگرده. بنابراین تو باید مواظب آرزو کردنات باشی. هر اتفاقی که الان داره تو زندگیت میفته حاصل آرزوهای گذشته است. بنابراین قربونت برم، فقط الان تمرکزت رو انرژی دادن من باشه. انرژی دستاتون رو کاملا حس میکنم. الان باز کنم؟ باز کن. کلن همین پنج مورد تو کامپیوتر زدین؟ وارد کنم؟ آره. سلام، وقت داری چند دقیقه با هم حرف جدی بزنیم؟ جدی؟ کجا رو؟ دست راست اتاق دوم. من برای آزمایش نیومدم. یه عذرخواهی بده کار بودم. اومدم بگم اشتباه کردم. نباید دخالت میکردم. تو اگه مردی برو مشکل خودتو حل کن. حق داری، میدونم. از دستم ناراحتی. به خاطر میگم دیگه هیچ وقت تو کارت دخالت نمیکنم. تمام. اتاق دوم دست راست. گوش کن. عمه تلا تو جوونیش عاشق یه مردی بود که بابای ما نذاشت با اون ازدواج کنه. به خاطر همون قضیه هم داره از تو انتقام میگیره. اینو بگیر برو کارتو انجام بده. تینا، اون مغز تو رو گرفته تو دستش، داره بازی میده. اینو بفهم. سر این قضیه من نمیتونم بی تفاوت بشم. بس دخالت میکنم. بس دیگه. بس. نمیکنم. وایسا، تا نمونه ندی نمیذارم از اینجا خارج بشی. برو با. میدم دست حراستا. هر کی اینجا میاد باید نمونه بده. اتاق دوم دست راست. حتی برای عذرخواهی؟ چشم. فقط یه سوال داشتم خانم دکتر، این برای ادراره دیگه؟ سلام خانم هدایت. سلام، میتونم عمه خانم رو ببینم؟ خیر، ایشون مشغول استراحتن. ای وای، کار من خیلی ضروریه. بذارید ببینم براشون مقدوره یا نه. لطف میکنید. سلام، من اون معما رو حل کردم، همونی که عکساشو رو وایبر برام فرستادی. تو هر عکس اگر دقیق می‌شدی یه عددی بود، اولی 4، دومی 7 و سومی 0. 470. خیلی فکر کردم که معنی اعداد رو پیدا کنم، یاد حروف ابجد افتادم. اونو به شکل 70 به اضافه 300 به اضافه 100 نوشتم و حروفش رو پیدا کردم. عین، شین، قاف، عشق. اگه اینا نشونه باشه، پس من همونی هستم که شما منتظرش بودین. خانم هدایت، من ظرف نمونه‌های این دو تا آزمایش پیدا نمی‌کنم. زحمتشو می‌کشید؟
چیه؟ برای چی زنگ زدی؟ مزاحم نیستم ها. فکر کنم زنم این سحر. یعنی میخوای باور کنم یادت مونده که هنوز زنم داری؟ حالا چرا داری یواش حرف میزنی؟ معلوم از کجایی؟ خاله عمتم. شوخی میکنی؟ نه خیر. اومدم ازش مرجون مهر و محبت بگیرم. شما اعتراضی داری؟ نه خیر، ولی بیا خونه راجبش صحبت میکنیم. نمیتونم. اومدم مرج عمتو بگیرم. میخوام پتماتشو بریزم رو آب. چه جالب. فکر میکنم تو هم مثل تینا بهش اعتقاد داری. همه این فامیل میدونستن تو عاشق منی. به عمت چه؟ خب اون وقت چرا داری این کارو میکنی؟ چه میدونم، گفتم شاید مثل بچگیامون یه خود دلمون واسه هم دیگه دوباره بتپه. مطمئنی اون مجنون تو اشتباهی نخوردی؟ ای ایمانی بس کن. خیلی خب، چطوری میخوای این کارو بکنی؟ این دیگه سری، هر کسی روش کار خودش داره عزیزم. الو مجنونش پرید دوباره. یار در خانه و با من بودی؟ نه خیلی با ایشون بودم. مریم جان اینو نگاه کن ببین کی پذیرش شده. مشکلی پیش اومده؟ بله، بعد آزمایشش تکرار بشه. تلفنش چنده؟ الو؟ آقای اصل کوپال؟ خواستم بگم که جواب آزمایشتون حاضره، امروز میتونید تشریف بیارید بگیرید. باشه، خیلی ممنون. کی تشریف میارید؟ بله؟ منظورم اینه که یه مشکلی تو جواب آزمایشتون پیدا شده که حتما امروز باید تکرار بشه. یعنی مشکل جدیه؟ نه خیر، ولی باید تکرار بشه. من که الان تهران نیستم. کجا تشریف دارین؟ بله؟ منظورم اینه که ما یه پیک داریم، میتونیم که جواب آزمایشتون رو با پیک بفرستیم. ببینین خانم، من الان تو اوشون فشم هستم. فردا که اومدم تهران. کجای اوشون فشم؟ شما منو واقعا نگران کردین. خب بگین چی شده؟ بدخیمه؟ نه خیر، ببخشید همینطوری پرسیدم. کجای اوشون فشم هستی؟ من تو باشگاه سوارکاری هستم. بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم. خدافظ. خانم هدایت. خانم هدایت. خانم هدایت. خانم هدایت. تو آدم وقتی کسی رو دوست داره و نمیتونه داشته باشه، بهتر چیزی که داره رو دوست داشته باشه. من نمیگم شارمی وجود خارجی نداره، نه، ولی ممکنه یه روزی پیداش کنی که دیگه به درد نخوره، مثلا تو 60 سالگی. خیلی ممنونم از فرمایشتون آقای دکتر، ولی محض اطلاعی جناب باری، بنده شارمین رو پیدا کردم. شارمین؟ شوخی میکنی؟
هی واقعا چیه تو دستته؟ دمونشه. یعنی از نیمه گم شده فقط همین رسیده به؟ جدی دارم میپرسم خودش کجاست؟ به تو چه؟ آها اینو میخوای بره با خودش تطبیق بدی. آره؟ خیلی داری بلبل زبونی میکنی ها. نذار تو کیفه، درش باز میشه میریزه. نمیخواد نگران کیف من باشی. نمیرسونمت. لازم نکرده، خودم با تاکسی میام. میبرم میرسونمت دیگه. میخوام ببینم شارمین واقعی چه شکلیه، اون وقت به شما عمه جان ایمان بیارم. نکنه تو ماشین منو پنچر کردی. تلهم زدی؟ خودم با تاکسی میرم. حالا میرسونمت دیگه. اینا رو یه هفته پیش کوبیدن تو محبته یه بازی ما و چیست که هیچ ما باقی یه فاصله سری بزنیم. ببین آینده کاری من نابود میشه که هیچ بچه روابط خانواده بودن هم به یه پنالتی بنده. اینجی اینجی خوش کنه باید برخصن؟ نیم باید برخصن؟ چه خوش که شدی امجن؟ سلام ببخشید شما اینجا شارمین میشناسید؟ شارمین چیه؟ نه بابا نمیشناسم. سوالی دارین اطلاعات؟ باشه. ببخشید اسم اسبتون رو میتونم بپرسم؟ بخیر، ولی از اسبم اسم منو میتونین بپرسید. اسب شما حرف میزنه؟ خانم خوشگل ببینه بله. زبونش باز میشه که چی جفتکم ایندازه. یه چشمه بیا براشون جلی. اسم من چیه جلی؟ شنیدی خانم؟ شارمین. پس شما منو میشناسین؟ آره میشناسم. از کجا؟ زمانشو نمیدونم ولی برای خیلی وقت پیشه. نکنه میخواین بگین که به نیمه گم شده اعتقاد دارین؟ یعنی شما هم؟ یه عمر که میگردم دنبال اون کسی که تو اون روزا گم کردم. تموم لحظه هامو به انتظار شمردم، فقط واسه یه لحظه است که تا امروز نمردم. برای اون لحظه که تموم بشه جستجو. امکان نداره. گم کردم. چی امکان نداره؟ آخه بعد از این همه سال اونم اینجا. میدونی یه جوره شبیه شوخی میمونه، باور نکردنیه. نکنه بچه ازت خواستن که بیا اینجا و سر به سرم بزن. اطلاعاتم اونا بده. من هیچ کدومش رو نمیشناسم، ولی با این چند تا کلمه که با تون صحبت کردم مطمئنم که آدرس رو درست اومدم. شارمین بیا بریم دیگه، داره شب میشه. دددندنگ شارمین باز داره مخ میزنه. بچه شما جمع جور کنین، من الان میام. اسم شما چیه؟ تینا. به به، چه اسم قشنگی. کاش که کسی هم پیدا میشد که اسم تو رو به من میگفت، اینجوری لااقل کمتر آزمون رو خطا میکرد. به هر حال با آشنایی با تو خوشحالم، هرچند که خیلی کوتاه. من خیلی متوجه صحبتات نشدم، یعنی بعد از این همه اتفاقات من تو رو ول کنم و برم؟ نه، ما میتونیم بعدن همدیگر رو ببینیم. ولی خب ممکنه بعدنی وجود نداشته باشه. ببین ما نباید همدیگر ترک کنیم. میتونی با من بیای؟ کجا؟ پیش اون پیشگوه. میخوام مطمئنشم تمام حرفاش درست. فکر خیلی خوبیه. باشه، پس وایسا تا بیا. باشه. بله؟ بالا نگاه کن. پله‌ها رو بگیر بیا بالا، کارت دارم. اینجا چی کار میکنی؟ بشین تینا. نمیشینم. اینه اون شاهزاده با اسب سفیدش؟ اتفاقا اسبش سفیده.
من اومدم اینجا بهت بگم بیا برگردیم تینا. میشه راحتم بذاری؟ تو نمیتونی با یه اسم ازدواج کنی. تو هیچی راجع پسره نمیدونی، همونجور که راجع من هیچی نمیدونستی. نشونهاش میخوره تینا. تو تنها چیزی که میفهمی منطق دو دوتا چارتاست. فکر نمیکنم تا حالا دلت واسه کسی لرزیده باشه. دقیقاً، خب این اولین باره. آها، منم باور کردم. من سرکارم بیشتر با خانوماست. دختره خیلی زیباتر از تو دیدم ولی جذب هیچ کدومشون نشدم. خیلی برات متاسفم که گیره دختر زشت و اطواری مثل من افتادی. منظورم این نیست. منظورم اینه که تو یه آنی داری که هیچ کدومشون نداشتن. بابا من دوست دارم. جای تو اینجا نیست. ببینم این آقا مزاحمن؟ نه الان میام، چیزی نیست. میزنمش این بچه پرو رو. واقعا؟ کنم یک کتی ساخته بود، خانون در بوده. خیلی خوب، برو همه در خروجی رو به من بود دو چشم کنم. یا بارو بابا قد شد. برو 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 پاتو بزنی اینجا، پاتو قلم میکنه. بری کارش داریم، بری کارش داریم. بچه بیایی تو به کارو برسیم. بری تو. متاسفم. ترجیح میدم بابت چیزی که هستم ازم متنفر باشی، نه چیزی که نیستم دوستم داشته باشی. حالا کجا داری میری؟ صبر کن سامان، بمون فردا با هم برمیگردیم. این عکس چیزی رو ثابت نمیکنه. بیا. یعنی چی عزیز من؟ پس دو ساعت من دارم چی میگم؟ بهت میگم همه کاراش حقه و کلکه. اطلاعات ارباب رجوعاشو از این ور اونور داره جمع‌آوری میکنه. یعنی تو کل باغم شنود گذاشته. یعنی چی؟ یعنی که حرفایی که داره میزنه هیچ کدوم از عالم غیب بهش الهام نمیشه. آره ولی یه جوری حرف میزنه انگار تینا رو نمیشناسی. تینا با اون عکس عمه طلاتو ول نمیکنه. حالا ما امتحان میکنیم، شاید کرد. باشه. پس بهتره یکی این اطلاعاتو بهش بده که تینا قبولش داشته باشه. لابد من نمیتونم، اصلا دخالتم نمیکنم. تو کلا رد کردی، گیم اوور شدی ها. خب یعنی کی پس؟ همه طلعته. چی بهش بگم؟ یه جوری جمعش کن. بله عمه جان. به زنت بگو هر چی از خونه من برداشته همین الان بیاره پس بده. وگرنه زنگ میزنم به پلیس به جرم سرقت تحویلش میدم. باشه عمه جان، خودم میارم. هنوز تو فکرشی؟ یه واقعیت راجع به نیمه گم شده میخوام بهت بگم. مگه تو کتابشو خوندی؟ مگه تو هم خوندی؟ من همش از حفظم. واقعیت 38 میگه برای به دست آوردن نیمه گم شده از خیلی چیزا باید بگذری. این مثل یه آزمون میمونه. حتی ممکنه به خاطرش مجبور شی عزیزترین چیزم قربونی کنی. من کاملا آمادگیشو دارم. منم به خاطر توی که همه دوستامو ول کردم. چرا میخوای عمه طلعت منو ببینی؟ برای که ازش یک سوال دارم. که اگه بهم درست جواب بده از همونجا میریم محضر رو عقد میکنم. گفتی چی بخوای از من بپرسی؟ اسم همسر آیندم رو میخوام بدونم، فقط همین. چیزی که از هرومن شمسه دیگه سوال نداره. همسر آینده تو کنارت نشسته با اسم و فامیل مشخص. من فقط از اربا اونچه که مجهوله میپرسم. پرسیدن چیزای معلوم اونا رو عصبانی میکنه. عصبانی میکنه. ناراحتشون میکنه. بله.
ولی اگه میشه من میخوام جواب اونا رو هم بشنوم. باش. چشتون رو ببندی، تمرکز کنین روی حروف. ببخش. ای روح حاضر در این اتاق، ازتون خواهش میکنم اسم همسر آینده این مرد رو به ما نشون بدین. من حستون میکنم، به من جواب بدین، اسم همسر آینده این مرد رو به من بگین. فه ری شین ش ت ت هی فرشته. اسمش فرشته است. غیر ممکنه. عمه شاید من اشتباه کرده باشم. اشتباه شده. مگه شما تو کارتون اشتباه هم میکنه؟ ولی ما دوتا خیلی شبیه همیم. ولی گم شده هم نیستیم. فرشته فقط یه اسمه. شارمین هم فقط یه اسمه. نه من متاسفم، من همچنان ترجیح میدم که منتظر نیمه گم شده خودم بمونم. متاسفم. عمه شارمین یه چیزی رو یادت رفت با خودت ببری. چو؟ اینو روانی. عمه چی شد پس؟ شما که هیچ وقت اشتباه نمی کردین. تینا جون بیا عزیزم، بیا بشین، میخوام یه چیزی رو برات بگم. خودت بیشتر از هر کسی میدونی من چقدر دوستت دارم. این مانی گاگول یه چیزی رو متوجه شده، ممکنه بیاد برای تو بگه، ذهن تو رو بیشتر در مورد من خراب بکنه. برای همین دوست داشتم از زبون خودم بشنوی. تو بعد از مرگ پدرت خیلی افسرده بودی. من واقعا نگرانت بودم. ممکن بود هر مردی رو جایگزین اون بکنی. من دوست نداشتم هر مرد عوضی رو برای مرد زندگیت انتخاب بکنی. مثل من شکست عشقی بخوری. بهت امید دادم، فرصت دادم تا خودتو پیدا بکنی، تا با تجربه و منطق بهتری مرد زندگی تو انتخاب کنی. بنابراین یه شارمین خیالی برات ساختم. چی؟ شارمین اصل کوپال وجود خارجی نداره. شارمین هستم. اما حالا دیگه نیستی. راستی اون کار تو مدارک یاد نره. خواهرت پاک دیوونه است. با یه برخورد فهمیده. خب حالا چطور؟ برای که کل نمونه رو خالی کرد رو من. حالا باید حقت بود. میتونم این رو پیش خودم نگردارم؟ نه جل اصلا جرمش سنگینه. مستد خوب نیست. ولی بازیگر خوبی هستی. ولی بازی دیگه تموم شد. محض اطلاعات من واقعا بازیگرم. اسم من فرید خسرویه. هفته دیگه هم تئاتر اجرا داریم. اگه دوست داشته باشین میتونین تشریف بیارین و ببینین. آره؟ یه گروه 180 نفره دارن حرکات موزون انجام میدن.
آرزو باز بیا رمزش تاریخ تولدته، مبلغش هم همونی که با هم توافق کردیم. از شما درد نکنه، من فقط یه سوال برام پیش اومده. بعد از لو رفتن شارمین قلابی چطور تونستی خواهرتو متقاعد کنی که من واقعیم؟ اینا دیگه فوت کوزه‌گریه، من عادت ندارم زیاد حرف بزنم. بگو دیگه، منم دلم میخواد بدونم چیکار کردی. اینا به نشونه ها معتقده، منم از طریق همکاراش براش نشونه گذاری کردم. ولی از کجا میدونستی همه طلعت اسم اشتباه میگه؟ اگه نمیگفت من بعد چی کار میکردم؟ یعنی تینا انقدر ترسناکه؟ آره؟ نه نه نه، من که هم چه حرفی زدم، من فقط میخوام بگم یه مقدار خودم رو باخته بودم. خب به هر حال من یه فرشته خانومی رو میشناسم که قبلا منشیم بود، اگه میخوای اونو بهت پیشنهاد بدم خیلی خوبه. نه دیگه دست شما درد نکنه، شما یک دفعه معرفی کردی بس. خوبه؟ نه ببینم تو چجوری همه طلعت رو راضی کردی با همکاری کنه؟ قبل از اینکه شما برگردی توسط اون مدارکی که سحر اونجا به دست آورده بود رفتم سراغش، تهدیدش کردم که بساطش رو جمع میکنم، گفتم زنگ میزنم به پلیس و تحویل مامورا میدمش. میخواستم این کارو بکنم تا اینکه راضی شد قید تینا رو بزنه. پس تو باعث شدی که اسم اونو عوضی بگه؟ مجبور شدم این کارو بکنم. پس اون قبض موبایل چی؟ چجوری این کارو کرد؟ صحنه تصادف ساختگی بود، راننده ماشین متخلف از آدمای امن تلت بود، هویت واقعی تو هم همونجا لو رفت تو شرکت بیمه. وقتی کارشناس تصادف رقم خسارت رو اعلام کرد، راننده ازش خواست که چیکت رو به اندازه قبض موبایلت بنویسه، بقیه خسارت هم خودش تقبل کرد. واسه چی؟ واسه خنده. سواله؟ امن تلت میخواست تو رو متقاعد کنه که هرچی میگه راسته، ولی وقتی فهمید تو کی هستی نظرش برگشت، از تینا خواست که تو رو تعقیب کنه، همینم باعث لو رفتنت شد. این همه تلتت خیلی نابغه است، تو این یه قضیه بهش اعتراف میذارم، ولی تو هم خیلی کار کشته‌ای. بسیار خوب، نلبکی رو بذارید روش. حالا برش گردونین. نه 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 نه، به طرف قلبتون، به طرف قلب. حالا نیت کنین انگوش بزنین. پایی یه زن در میونه. طلاقش دادن. به زودی به زنی که به طرفت العین عاشقش شدین یه هدیه گرون میدین. سفر افتاده آبشار نیاگارا. وقت محضرم گرفتین؟ گرفتم. این مانی گوگل کجاست که ببینه فالای من این به این اتفاق میفته؟ واقعا؟ واقعا؟ پس من برم چمدونمو ببندم. خوش اومد. برمیگردم. یاسی همه رو رد کن بره، میخوام برم مسافرت. نمیشه، همه اینا ویزیتشون رو پرداخت کردن، رزرویای دو ماه آیندهم به ایانه گذاشتن. پسشون بده. پس درصد من چی؟ اینه که تو بزن نیفتی. حساب میکنم. جنسیت بچه منم مشخص شد، یه دختر نازنازی و خوشگل. پیشگویی عمه بعضی هم درست از آب در نیومد. من همیشه میدونستم داره دروغ میگه، ولی خب چیکار کنم، دلم میخواست باور کنم. مثلا قضیه من و مانی، ما از بچگی عاشق همدیگه ایم، همه فامیلم هم اینو میدونن، اما وقتی که عروسی کردیم چی شد؟ گفتن چون عمه طلعت پیشگویی کرده شما هم عروسی کردید. دست خودم خیلی عصبانیه. تینای عصبانی همین الان یهویی قول میدم 400 تلک بخوره. بخور تینا جان، اذیتش نکن سحر. بچه من امشب یه سورپرایز براتون دارم، تشریف بیارید لطفا. سلام.
نام زدم. هنو از دستم دلخوری؟ بیا. بالاخره تمومش کردی؟ آره، ولی با یه تفاوت اساسی. چه تفاوتی؟ اینکه یه شخصیت فالگیرم اضافه کردم. درست این هم به طلتته. اول هر مرحله واسه بازیکن فال میگیره، ولی اینکه فالش درست باشه یا غلط معلوم نیست. بازیکن باید خودش تصمیم بگیره و بره جلو. تو نمیخوای دست از سر عمه طلعت فرداری نه؟ هنوز طرفدارشی؟ طرفدارش نیستم، ولی بالاخره هنوز که عممون هست. آره، ولی اون باعث شد تو این دور زمانی که دخترها از ده فرسخی شوهر رو میزنن، تو این همه خواستگار داشتی به هیچ کدوم توجه نکردی. خب من مجبور بودم دلم برات بسوزه این کار رو انجام بدم. دیگه شروع نکن دیگه. چشم، تموم. پس میمونه یه چیز. چی؟ میخوام یه مدت بری مسافرت، خسته ای. برات بلیت کیش گرفتم، هتل رزرو کردم، کافیه چمدون تو ببندی. البته سوغات ما هم یادت نره. اینم بهت بگم، در مورد ازدواجت من دیگه هیچ دخالتی نمیکنم. تصمیم تصمیم خودته. خیلی ممنون. متاسفانه آزمایش شما باید تجدید بشه. یعنی دوباره؟ اتاق دوم سمت راست. عیانا نمیکنی شما دستگاهتون یه چکی بکنی؟ اتاق دوم سمت راست. آخه یعنی چی؟ یعنی اینکه جواب آزمایش شما مثبته. مثبته؟ بفرمایید. یعنی شما یه ماه و نیم بار داری. یه ماه و نیم؟ ماه و نیم؟ من با شما شوخی دارم؟ نه. من دوستم سامان. سلام. سلام، اینجا چی کار میکنی؟ من دارم میرم کیش سمینار دوست. چه جاله. تو اینجا چی کار میکنی؟ منم دارم میرم کیش. واقعا؟ آره. با همین پرواز؟ بکنم. مانی؟ خوش اومدید. ما هم خوشحالیم. 80 تا بودیم. خوشحالم. 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 یه عمر یه حسی شبیه جنون منو سمت این گم شده میبره. ببین فالم امشب تو دستای کی میاد و به اسمت و بر میخوره. به گوشت رسیده که اسمت منو از این فاصله زیر و رو میکنه. نشستم که بارون بباره منو با چشم به سمت تبایی کنه. بیا که یه عمر شب و روز من بدون نفسای تو سر شده. شنیدم که تو راهی و قلب من دیگه از قدمهای تو خوش شده. بیا که یه عمر دست گم شدش به هر کی به غیره خودت رو زده. شنیده که تو راهی و بغضش و شبونه تو بارو به هم میزنه. شبیه تو دارم منو
به سمت همون گم شده میبره، همین بس که فاصله بین ما دیگه مرزش از یک قدم کم تره. بده دست من نبض احساس تو که این دل هره از سرم ببره، که تکرار این لحظه پیش تو داره خواب از یاد من میبره. بدون نفس های تو زر شد، شنیدم که تو راهی و قلبم. بیا که یه عمر شب و روز من بدون نفس های تو زر شد، شنیدم.